آدم میبینین وقتی کسبش میگذاریم به ما بسیار بی‌تفاوت است. در حالی که در قرآن پاک آمده که و تو هز من تشاه و تو زلو من تشاه بیهد کل خیلی نکل و قل شایم قدیل چیز یعنی که خداوند تعالی در قرآن پاک تمام چون مسائل آورده و ما اینو نمیفهمیم که عزت از طرف خداوند است، ذلت از طرف خداوند است. بله اینکا اموالکم انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و دارایی اولاد یک امتحان بیش نیست. بله امروز ما سر منافع شخصی خود بسیار میپیچیم، اما ما این رسه که نمیتونیم که ما در امتحانات سخت خداوند تعالی قرار داریم. اگر درد رنجی گشنگی و بدبختی میایه او عالم غیب میبینه نظاره میکنه، آیا ما از قلب خود یک چیز رو میکشیم؟ آیا ما برکت یک احسان خیریه یک انجام میدیم یا نه؟ وقتی که ما یک بینوا رو میبینیم بسیار به تفاوت میگذاریم، چشمای ما کاملا سخت شده. و اگر یک انسان یک طفل مظلوم رو میبینیم که در بیرون در گلدایت معمیل از آمدن در سرک وقتی ما تیر نشیم دمی گلدایت کسافات بود و یعنی مرده ها و نوت اطفال کسافات از ریش پلاستیک ها و بعض چیزا جمع آوری میگذن و خداوند نظاره میکنه که اینا از ضرورت بسیار اشد به یک کسافت دست میدنه، اما ما همه تیم میشیم چشم دیگر افت میکنیم در حالت نظارگاه نظارت کننده خداوند است که ما هر کدوم به نوبت خود باید دست مالا بگیریم و به خاطر آخرت خود یک توفی یک توشی داشته باشیم. همیست که خداوند به اشکال مختلف اسرارهای خود در بین بشر به خصوص مردم افغانستان که این سرزمین سرزمین عادی نیست، این سرزمین اولیاء است، سرزمین بزرگ هاست، سرزمین است که حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم هر دستلا ریش خواهد به این طرف میزنن پس پسان کردن شما چطور مثلا همین ها به ریش خواهد چون که در اینجا بزرگ ها از این سرزمین بوده به وجود آمده حضرت خوش عبدالله انصار سر مولانا سر شخصت های بزرگ اولیاء ها در خود غزنی اولیاء های بزرگ اینال ما نوز چشم گوش افت میکنیم عمل بسیار بی‌تفاوت می‌بینیم. همین که خداوند بنده را خدا سر نمی‌خواد که بنده در آخرت عذاب ببینه. این اسرار را خداوند تعالی بر ما بشر نشان می‌ده که تا ما از این مثلا ما باید به خاطر آخرت خود یک احسان بر بشر بکنیم تا هم خود ما پیش وجدان خدا آرام باشیم. لقمه‌نانی که در خانه می‌خوریم باید در راحت بخوریم. اما دیده‌های ما پت است می‌ریم در خانه و بیتین غذا می‌خوریم، اما خانم‌های است که اصلا در مخ وحشت است. ما پارسالم که آمدم به خاطر خدمت به مریضای خود و کمک ها و امسال که ما آمدم اصلا آنقدر سرمت را سیاه بوده که مسکر نکن کاملا امو تمام خوشی ها از پشت من رفته اصلا مردم مریض است قبلی پای روانی قرار دارم. بله واقعا خب ام جسمانم روحن مشکلات از در افغانستان دیده میشه و این هم مشخص نشده که در کدام سینین اچه بسیار خواهد داره ببینین شما که از نگاه روانی از درگت تشویش در ذهن از او است تفل که 7 سال سن داره او بده ازی که مکتب برای درس بخانه او بخاطر نفقی فامیل خود کار میکنه او در شویی میکنه و کارهای تفل دیگه هست که اصلا در او تفل جور نشده او تیه کاره او تفل بسیار خورد است اما مجبوری هست دیده میشه در افغانستان یا خب خداوند بزرگ است خداوند خودش نشانه بین طرف موضوع محور اصلی بحث ما خانم جمیله نیروبخش چگونه تشخیص میکنیم؟ تشخیص بنابر کدام موارد هست؟ کدام موارد رو در نظر بگیریم؟ مقابل روبرو یا ای که تشخیص به گونه دیگری هست و آیا تداوی هم میکنیم؟ نه چون که حالا قدرک خداوند تعالی به اشکال اشکال بر بنده های خود رحم میکنه اتفاق میکنه مهربانی میکنه چون که خود خداوند تعالی رحیم است رحمان است و بر بشر بر بنده خود همیشه چون از شارک ندن نزدیکتر است و امروز درد که در بین مرد ما است رنج که در بین مرد ما است او میبینه و بنده های دیگه خدا بر بنده ها خودم قرار میده که تا مسئولیت بر میده که ما باید اون مسئولیت با تمام صداقت و خلوص باید انجام بدیم. مسئله ایست که برادر بزرگوار که وقتی که ما امرای مریضای خود در تماس می باشم چی که روبروی در تماس با نزدیکی ما می باشیم و یا ای که از مسافه های بسیار دور در طریق تلفن ما مریضای خود هم صحبت می شم و جالبیتش دیسته که بعض موقع ببخشن که بعضی جوانهای ما هستن که در خود خارج هم تکلیف های کاملا روانی دارن مثلا جوانها بچه های جوان باز اونها نمیتونن که وادر رئیس بسازد که اولاداشان بشنوند
به یک چیز عقیده کنن یا باوری کنن. بله. باعث اونا بشان نگم که عکسشان بانه فقط تلفون بالای عکس میمونن. باز باید ما تعجب میکنم که چطور بذارم با عکس تصویر صحبت کنم. باز چون که ما با قرآن کلام حق عقیده داریم. بله. و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت المؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. که این برای شفاعت رحمت بنده هاست و شفاعت رحمت برای مؤمنین است و برای ظالمان نقصان. بازم ایست که من کلام حق شروع میکنم و باز من در این زمان احساس میکنم که در کدام نقاط بدنشان درد هست و بعدا وقتی که ختم شد من دوباره بشان امره مدیفون تماس میشم. باز من بشان میکنم به کدام نقاط بدنشان درد است. بالای خودتان هم تأثیر دارن؟ بسیار زیاد بیحد. شما همه احساس درد میکنید؟ بسیار زیاد. وقتی که من چی تلفونی بود چی در تماس در دقیقه احساس میکنم که در نقاط بدن مثلا مراجعین در کدام نقاط از درد است و یا امی درد از کدام نشد کدام قسمت نشد گفته. و وجود من ارگانیزم بدن من امور درد احساس میکنه شدید حکم میکنه. مثلا در قسمت میده است خوصا که میده در افغانستان تقریبا 99% ما ببینیم که این تکلیف میده هست. اما در قسمت میده من قسم درد میده که فشار میده فشار میده مرد با حکم لیتونم برویم که تکلیف شما میده است. گرچه هم در رابطه به دلائل و جمجم صحبت کردن خانم جمیله نیروبخش، یک استعداد گفته میشه این فنی هست کسب کردن یا این قدرت نهفته هست به گونه فطری و ذاتی در سرش و در فطرت شما؟ بله. چه خب ما بارها سوالایی که زمین بارم رای من دیگه برنامه ها کردن ما بر ما این سوال بسیار مشکل است که مجاب گوی سوال شام مثل که دیروز هم رای برادر صدیق افغانم در تماس داریم با اونا هم ملاقات داشتیم و اونا هم دیدیم از طریق دیدیم بفاهم داریم. همون در اونجا اونا هم گفتن که یک نشجیز که خداوند به شما داده. در من بارهای سوال بوده که چی است. اما من خودم میده با کاملا با تمام گفتن میتونم که یک قدرت خداوندیست و کار مختلف بر بنده و بر بشر دارم میشن. بله.